افشاگری مارتیک خواننده محبوب و مشهور کشورمون از خیانت رها اعتمادی. دوستان عزیز، به کانال خودتون خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. آقای محمود قربانی، همسر سابق خانم گوگوش، در افشاگری های جدیدشون حرفای جنجالی رو مطرح کردند. آقای قربانی گفتند مسعود جمالی، یکی از کنسرت‌گذارهای محبوب و مشهور، دوست صمیمی پسرم هست و همسن سال کامبیز. من و پسرم کامبیز نشسته بودیم که یهو دیدم مسعود جمالی به همراه یکی از دوستاش اومد به دیدن من و پسرم کامبیز. خلاصه از دیدنشون خیلی خوشحال شدیم. اومد و نشست، به هم گفت آقای محمود قربانی، من پریشب توی یه جمعی نشسته بودم در کاباره تهران که آقای مارتیک هم در این جمع حضور داشتند. آقای مارتیک ضمن گلایه از خانم گوگوش و خیانت‌های رها اعتمادی در مورد شما این چنین گفت: نباید از حق گذشت که محمود قربانی تنها کسی بود که گوگوش رو در واقع به عرصه و جامعه هنری معرفی کرد. او کسی بود که گوگوش رو بزرگ کرد و بهش بالا پر داد و در موفقیت گوگوش نقش بسیار مهمی داشت. او بود که گوگوش رو در عرصه بین الملل یکی از خواننده‌های تاپ کرد. محمود قربانی نقش بزرگی در پرورش هنرمندانی چون داریوش، ابی و همچنین مخصوصاً گوگوش داشت که در واقع در نهایت به زندگی محمود قربانی گوگوش خیانت کرد و تنها کسی بود که باعث شد محمود قربانی از همسر سابقش جدا بشه و در نهایت ازدواجش رو با نامزدش به هم بزنه. و این گوگوش بود که وارد زندگی محمود قربانی شد و با عشق بازیاش سعی کرد محمود رو تور بکنه و در نهایت از محمود به عنوان یک نردبان استفاده کرد و رفت بالا و حالا انگار نه انگار که این خانم محمود رو میشناسه و حالا نمک خورد و نمک نشناسی میکنه و نمک دون میشکنه. آقای مسعود جمالی به من گفتند به هر صورت آقای قربانی، آقای مارتیک در این جمع این حرفا رو گفتند و در نهایت گفتند مثل محمود قربانی دیگه تکرار نخواهد شد. او بسیار مرد زحمتکش و بسیار مرد با اخلاقی برای گوگوش بود که متاسفانه گوگوش قدرش رو ندونست. و در نهایت آقای مسعود جمالی به من گفت آقای قربانی، آقای مارتیک گفتن که هر آن چیزی که محمود قربانی برای گوگوش کاشت در حال حاضر رها اعتمادی داره برداشت میکنه و در نهایت این همه جور و بیوفایی در حق محمود قربانی نکرد و مطمئنن گوگوش تاوان این همه ظلم و بدی رو که به محمود کرده رو قطعا توسط رها اعتمادی خواهد داد. چرا که رها اعتمادی این روزها همه میدونیم که چه کلاهای بزرگی و گشادی از گوگوش داره برمیداره. آقای مسعود جمالی گفتن همه میدونن که رها اعتمادی به بهانه شوهر جدید گوگوش داره گوگوش رو همه جوره میخوره و لخت میکنه. محمود قربانی گفت کار رها به جایی رسیده که در حال حاضر داره برمیگرده به برنامه‌های سال‌های قبل من و از اونها کپی برداری میکنه و یه جورایی برنامه‌های منو داره میدزده که تازه بخواد ادای اون سال‌های منو برای گوگوش در بیاره. من میخوام بهش بگم که رها دوز دوزده، حتی اگه برگردی و کارهای قبل منو بدزدی و بخوای برای گوگوش حالا انجام بدی، بازم نمیتونی مثل من حرکت بکنی. اون موقع ها من فکرهای خیلی بزرگی داشتم، همینطور که الان به نسبت اون موقع ها فکرهام خیلی بزرگتر و بهتر هم شده. تو نمیتونی عقل و هوش و ذکافت منو بدزدی، چرا که خداوند برای هر کسی یک شعوری گذاشته، یک هنر و استعدادی گذاشته و تو بی هنر هستی.
و از این که دوتا شعر بلغور میکنی و زمزمه میکنی که اصلا شعراتم شعر نیست و گوگوش که کشت مرده تو برات پهپه و چه چه میکنه و جوان بازه نمیتونه مهر تاییدی بر اخلاق و شخصیت تو بزنه. تو به خاطر اینکه خودتو تبرئه بکنی و بگی آدم خوبه زندگی گوگوش تو بودی، سعی میکنی یه انشا بنویسی بدی دست گوگوش و گوگوشم بیاد جلوی دوربین حرفای تو رو تحویل مردم بده به دروغ. ولی خیلی خوشحالم که تمام هنرمنده و خواننده ها هم چه با من خوب باشن چه با من بد باشن فهمیدن که آدم مهم زندگی گوگوش من بودم. من بودم که اونو کشیدم بالا، حالا اون خانم گوگوش شده. من بودم که به او اعتبار دادم تا بتونه کنسرت های بزرگ چند هزار نفری برگزار بکنه و حالا برای تو دار و دستت نون و آبی درست بکنه. خوشحالم که از این که همچین کسی رو تربیت کردم و بزرگ کردم و معرفی کردم تا بتونه انقدر موفق باشه و همه به خوبی او رو و هنر او رو ببینند. خیلی خوشحالم که بالاخره مردم و خواننده ها خوب و از بد تشخیص دادند. گوگوش به خیال خودش برنده این بازی شده. منم میگم که بذار خیال کنه که اون برده و منو پیش همه آبرومو برده و من باختم. بذارید گوگوش فکر بکنه که بازنده زندگیش من بودم نه اون. ولی خب خدا جای حق نشسته، همه میدونن که گوگوش بود که به من و بچه‌مون بیوفایی کرد. اون بود که ما را تنها گذاشت و رفت تو بغل بهروز و تو بغل بقیه شوهراش. اون بود که نارو زد و همه چیز زندگی منو با خودش نابود کرد و حالا هم با رها اعتمادی داره عشق بازی میکنه و میزنه تو گوش بچهش و به بچهش به جای اینکه عشق بورزه بهش میگه ازت متنفرم. خدا رو شکر که همه اینو خوب فهمیدن. خوشحالم از اینکه گوگوش با همه دروغای رها که میاد منو جلوی تلویزیون و پیش مردم بدبین میکنه و از من بد و بیرا میگه، مردم اینو فهمیدن که گوگوش به خاطر رها اعتمادی حاضره چه دروغایی بگه و چه خیانتهایی به من و پسرش کنه و مردم اینو خوب میفهمن و درک میکنن که در واقع بازنده این قضیه گوگوشه، چون اون حاضر شد به خاطر یه جوون بی دست و پا مثل رها اعتمادی تنها فرزندش و جیگرگوشش رو بفروشه، چه برسه به من که در واقع شوهرش بودم و کلی براش زحمت کشیده بودم تا به اینجا برسه. دوستان عزیز، لطفا نظراتتون رو راجع به صحبت‌های آقای محمود قربانی و افشاگری‌های آقای مارتیک از زبان مسعود جمالی لطفا در قسمت کامنت‌ها و نظراتتون رو در مورد این افشاگری‌ها برامون بنویسید که در واقع آیا حرفای مارتیک و آقای محمود قربانی حقیقت داره و حق با آقای محمود قربانیه یا در واقع حق با خانم گوگوش و رها اعتمادیه. نظراتتون رو در قسمت کامنت ها لطفا بنویسید و ویدیوهای ما رو تا آخر ببینید و در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال نیوز تی وی هاشیه مدیا و فکت نیوز رو به صورت انگلیسی یا انگلیسی سرچ کنید. وارد کانال های ما بشید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید و حتما لینک این ویدیو و ویدیوهای قبلی و بعدیمون رو در فیسبوک و توییتر در گروه های ایرانیان و فارسی زبانان کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک، آلمان و سوئیس و دانمارک و انگلیس و سایر کشورها و شهرهای مختلفشون لطفا شیر کنید. ممنون از همراهی همیشگیتون. شب و روز بر شما عزیزان خوش.